سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که هر جای دنیا که هستین سالم و تندرست باشین. مزدک هستم و توی این ویدیو میخواستم در مورد مسابقات UFC 285 صحبت کنم. جان جونز در مقابل سیریل گان، یا به قول خود جان جونز سیریل گین، میگه سیریل گین. حالا میدونیم جان جونز هم بعضی وقتا قبل از فایت شروع میکنه یکم با حریف های جنگ روانی رو بندازه. در هر صورت جان جونز بعد از 3 ساله داره برمیگرده، 3 سال مبارزه نکرده. آخرین فایتش مقابل دامینیک ریس برگزار شد، فایت خیلی نزدیکی بود. و همونجوری هم که میدونید جان جونز واقعا گوت یو اف سیه، گوت مخفف گریتست آف اول تایم، یعنی بهترین فایتر تاریخ یو اف سیه. هیچ قهرمانی تا به حال به اندازه جان جونز توی UFC کمربند قهرمانی نبرده، یعنی تایتل فایت نبرده. 14 تا برد تایتل فایت داره جان جونز، یعنی نه اندرسون سیلوا، نه جورج سنپیر، نه هیچکی به اندازه جان جونز تایتل فایت نبردن، فایت هایی که سر کمربند قهرمانی بودن. در هر صورت گوت UFC. حالا شخصیتش رو آدم بذاره کنار، یعنی بیرون قفس هزاران بار میگم هزاران بار، چند دفعه تا حالا پلیس گرفتش. یه دفعه با زن حامله تصادف کرد، یه دفعه مست کرده بود زد تو تیر چراغ برق، نمیدونم هزاران، یعنی چند دفعه گرفتنش کلا. همین یه ویدیو هم قبلا 2 سال پیش اینا پر کردم، تموم این دسته گلایی که باب داده رو قشنگ یکی یکی براتون توضیح دادم، میتونید برید اونو ببینید اگر یادم باشه، میذارمش لینکش هم اینجا. ولی اگر برین جان جونز سرچ کنین توی ویدیوهای ما حتما میبینینش. ولی خب منظورم اینه که حالا آخرین بارم که میشه گفت یه جایی زنش ازش شکایت کرده بود، زنش تو هتل بودن، زن و بچه‌اش، زنش با لباس خونی و اینا اومد بیرون، مثل که حالا زنشو زده بود، حالا چیزی که اینجوری معلوم بود و اینا. حالا هر شهر هر اخلاقی داره تو زندگی خصوصیش، یا هر دست گلی به آب داده، ولی واقعا توی قفس یکی از بهترین فایتر تاریخ UFCه. یکی از چجوری بهتون بگم، یکی از خشنترین، وحشیترین بگم، مثل چارلز اولیویرا نه، ولی واقعا من یکی جان جونز رو واقعا مثل یه آدم نمیخوام بگم، واقعا آدم خطرناک، یعنی خیلی بهش میخوره بچه بالی باشه، ولی بعضی وقتا از این آدمایی که یعنی قاطی کنه میره یه آدم دیگه میشه، یعنی مثلا میگه خدا این چرا اینجوری شدی. و نمونهش همون قبل از فایتش با دانیل کورمیر، اولین باری که با هم مبارزه کرده بودن، یعنی جان جونز هر موقع دوربین روشه خیلی بهش میخوره بچه بالی باشه، خیلی اینجوری اینا، ولی وقتی که پشت صحنه باشه و اینو خودش تنها باشه با یکی، یه جوری دیگه است. اگه شما برین همون پروموی اولین فایت جان جونز رو ببینید با دانیل کورمیر، وقتی که پشت صحنه نمیدونه دارن ازش فیلم میگیرن، همینجوری دارن باهاش صحبت میکنن، یکم فوش و فوشکاری، بعد آخر سر دانیل کورمیر بهش میگه که خیلی دوست داشتم کنارت بودم، خیلی آدم دورویی هستی، اگه میدم تو توپ میکردم تو صورتت. بعد جان جونز یه لحظه مکس میکنه، میگه اگر واقعا این کارو میکردی میدونی که میکشتمت. و اونم میگه تو فکر میکنی من وای میسادم تو بیا منو بکنی. ولی اونجا واقعا جان جونز، ببینید من یه آدم اینجوری میبینمش. در هر صورت همون فایت دومش وقتی که دانیل کورمیر رو میندازه، یه لگد زد به دانیل کورمیر، دانیل کورمیر افتاد پایین. آدمای زیادی نیستن که دانیل کورمیر رو حالا ناک داون کنن اینا، من فقط 2 مرتبه دیدم، یه دفعه جان جونز یه لگد زد تو گردنش که افتاد، بعد همون وقتی که افتاد قشنگ شما جان جونز رو نگاه کنید اینجوری داره میره سمت کورمیر، می‌خواست بره بکشش واقعا، یعنی اگر داور اونجا استاپ نمی‌کرد قشنگ یه بلایی سرش می‌آورد. اینو می‌خواستم بگم، یکی خدا بیامرز آنتونی رامبل جانسون یه مجزد به کورمیر رو انداخت، کورمیر در نهایت اومد برد. ولی خب منظور این که جان جونز اصلا نمی‌دونم چجوری به اینجا رسیدم. بچه‌ها ببخشید من الان اینجا دیر موقع است، ولی گفتم بیا همین الان این ویدیو رو پر کنم، خیلی چیزا میخواستم در مورد این فایت بگم، چون که همین الانم هم 2-3 ساعت دیگه پرس کنفرانسشونه و خدا میدونه وقت هر موقع جان جونز مسابقه داره 1000 تا اتفاق امکان داره قبل از فایت بیفته، امکان داره فایتش کنسل بشه یوی. به خاطر همین گفتم بیام سری این ویدیو رو پر کنم،
چون که امکان داره بعدش تا قبل از فایت دو سه روز مونده تا فایت امکان داره یه ویدیو دیگه هم بعدش بیام پر کنم. واقعا آدم وقتی که جون جونز میاد مبارزه میکنه هیچی نمیدونه، هر اتفاقی امکان داره بیفته. یه دفعه قشنگ روز قبل فایتش با دانیل کورمیر فایتش کنسل شد، یه دفعه هم دو سه روز قبلش تموم ایونتو از یه شهری مستقل کردن، میگم مستقل کردن، منتقل کردن یه شهر دیگه، از لاس وگاس فرستادنشون لس آنجلس، چون که دوباره آزمایش دوپینگش یکم مثبت شده بود این حرفا. به خاطر همین خواستم بیام اینجا خیلی سریع فقط این ویدیو رو سریع پر کنم، حالا شما استفاده کنین، شاید حالا دوباره یه ویدیو دیگه هم بعدن بیام پر کنم بعد از فایتشون، که برنامه اینه که سریع بیام پر کنم، ولی خب بین اون امکان داره یکی دیگه هم بیام بعدن پر کنم. خب آقا چی میگفتیم؟ آقا برگردیم به این، نمیدونم اینو گفتم یا نه. ببین بچه، در هر صورت جون جونز گوت یو اف سیه، بهترین فایتر تاریخ یو اف سیه، فرقی نمیکنه اخلاقش چجوریه، توی قفس یکی از بهترین هاست، فایتاش همیشه دیدنی بودن، حالا بماند این چند سال اخیر یکم فایتاش خیلی سرمرزی بودن چند تاش، اینو باید بگیم، ولی قبل از اون شما نگاه کنی جوانترین قهرمان تاریخ یو اف سی تو سن 23 سالگی اومد قهرمان لایت وی ویت شد دسته 93 کیلو، بعد از اون ببینید چه کسایی رو شکست داده. ببینید کمربند قهرمانی اومد از شوگان برد، موریسیو شوگان هوا که یکی از لژندای ورزش ام ام ایه، بعد اونجا اومد قهرمان شد جوانترین قهرمان یو اف سی. حالا دقیقا به ترتیب نمیتونم، حالا همه فایتاش تو ذهنم نیست، ولی مثلا شما فکرشو کنید، رشاد ایونس، رمپیج جکسون، لیوتو ماشیدا، ویتور بلفورد، اینا همشون قهرمان بودن قبلا، متوجه این؟ حتی مثلا اون ویتور بلفورد، حالا بعضی هم میگن اون موقع دیگه تو اوجشون نبودن اینا، ولی مثلا ویتور بلفورد اون موقع که اومد با جون جونز مبارزه کرد بهش میگفتن تی‌آر‌تی بلفورد، تی‌آر‌تی ویتور، یکی از تو خرخره دوپینگ میکرد، متوجه، یعنی خیلی خطری بود اون موقع به نظر من. ویتور بلفورد جوون بود اون موقع، ویتور بلفورد خیلی خطری بود، ماشیدا خیلی خطری بود، چقدر بد شکستشون داد، مثلا ماشیدا اگر مثلا ببینین که میگم وحشی ها، دیدین ماشیدا رو فکرم توی گیوتین گرفته بود سر و پا، و وقتی که ولش کرد اصلا لیوتو قشنگ بیهوش شده بود. در هر صورت میشه گفت خیلی یه مش قهرمان شکست داده، و بعد از اونها هم میدونین حتی گلوور تشیرا قبل از اینکه قهرمان بشه، رایان بیدر هم که الان قهرمان هیوی ویت بلاتوره، خیلی ها رو زده. بعد ولی خب همونجوری که گفتم، بعد وقتی که تو این چند سال اخیر فایتاش یه مقدار نزدیک بودن، مخصوصا با اونایی که از لحاظ قد و قواره میشه گفت اندازه خودش بودن، مثلا اولین فایتری که میشه گفت از لحاظ قد و قواره اندازه خودش بود الکساندر گوستافسون بود. الکساندر گوستافسون اومد یه فایت خیلی نزدیک که حالا بعضی هم گفتن حالا به نظرشون گوستافسون برد، متوجه این؟ اون فایت خیلی نزدیک بود، ولی خب توی اون فایت هم مثلا برید نگاه کنین جان جونز بیشتر میشه گفت فشار میذاش روی گوستافسون، یکم جوری تعقیبش میکرد تو قفس و اینا. گوستافسون بعضی وقتا مثلا اینجوری پشتشو میکنه یکم مثلا میدوه تو قفس، اون شاید یکم تو چشم دارا همچنین خوب نبود. بعدش هم خب دیگه جون جونز اون موقع قهرمان بود و اینا، باید یکم شب قاطعانه تر میزد، خیلی فایده نزدیکی بود. یکی اون، بعد از اون هم ببینین حتی دانیل کورمیر رو اومد برد، قبول دانیل کورمیر رو زد، ولی بعد میشه گفت با یه زن حامله ای تصادف کرد. آقا این کمربندش ازش گرفتن، یعنی یه چون که به خاطر اون داستان تصادفش و میدونین با مواد مخدر و اینا مشکل داشت و الکل و اینا مشکل داشت، آقا این یه مدت نبودش، بعد یه چیزی کمربندش ازش گرفت و یه جوری شد که وقتی که برگشت دوباره گفتن آقا جان جونز دوباره بیا سر کمربند مبارزه کنه. اون موقع میشه گفت با اووین سمپرو مبارزه کرد سر کمربند موقت، چون که اون موقع فکر کنم دانیل کورمیه قهرمان بود، سر کمربند موقت انداختنش با اووین سمپرو او اس پی. اووین سمپرو هم منظور این که اونم از لحاظ قد و قواره گنده بود،
اون فایت هم نسبتا نزدیک بود، خیلی انتظار داشتن که جان جونز بیاد راحت اونم بزنه. ولی خب چیزی که میخوام بگم، با اونایی که هم قد و قواره خودش هم مشکل داشته و آخرین کسی هم که از لحاظ قد و قواره اندازه خودش بود کی بود؟ دامینیک ریس بود، که همون که گفتم 3 سال پیش با دامینیک ریس مبارزه کرد و خیلی همین الان هم به نظرشون میگن آقا دامینیک ریس برد. فایت نزدیکی بود، متوجهین؟ ولی خب یه چیزی که از جون جونز خوشم میاد میدونی چیه؟ جون جونز لامصب همیشه یه رای پیدا میکنه واسه بردن، تسلیم نمیشه، مثلا بلد دنده عوض کنه. تو فایتش مقابل دامینیک ریس، حالا اون دوران اول اگر مثلا باختی حالا هرچی، تو روند سوم یواش یواش دنده عوض کرد. خیلی خیلی پیش بود من اون فایتو دیدم ها، ولی خب مطمئنم که تو اون دو تا راند آخر دیگه حداقل مال جان جونز بودن. جان جونز کلا حالا یعنی ببینین همیشه میشه گفت یه برنده است، حالا به هر شکلی که از لامصب یه جوری میاد میبره. ولی خب همونجوری که گفتم الان میشه گفت چون که الان با سیریلگان مبارزه داره، سیریلگان هم گنده است، یه هیوی ویت واقعیه. حتی اون انگانو هم اگر میومد با جان جونز مبارزه میکرد اونم از جان جونز گنده تر بود، شاید از لحاظ قد اندازی هم باشه. حالا من دقیقا نگاه نکردم میگم چقدرن قدشون، ولی فکر نمیکنم خیلی اختلافشون زیاد باشه. همین امروز صبح الان فکر کنم امروز پنجشنبه است، الان پنجشنبه شبه الان دیگه شما فکر کنم طرفای جمعه صبح دیگه این ویدیو رو ببینید، ولی همین جمعه صبح پرس کنفرانسشونه و بعد از پرس کنفرانس اینا قرار با هم فیس آف کنن و فیس آفشون رو میبینیم. در هر صورت این انگان چیز گان از لحاظ قد و قواره گنده است و میتونه واسه جان جونز مثل بقیهشون هم مشکل ساز بشه. ولی خب دیگه چی بگیم در مورد این داستان، چیزایی که به نفع جان جونز و به ضررشه. حالا خیلی ها میگن جان جونز قدرت نوکوت نداره، اینو این بچه قبول دارم که مثلا جان جونز هیچ وقت اینجوری نمیبینی که شما مثلا بره مشت بزنه یکی رو نوکوت کنه، یا با مشت نهیدم تا حالا کسی رو بزنه نوکوت کنه، منم نهیدم، اصلا یادم نیست الان دارم سری فکر میکنم، اصلا یادم نیست همچین اتفاقی افتاده باشه. با لگد بلده بزنه یا آرنج چرخشی، این یکی از اون تکنیکاییه که میشه گفت جان جونز اصلا کلا آورد، یکی از اونایی که خیلی قشنگ استفاده میکرد، یعنی افکتیو چی میگن یعنی بهتر از همه اینو اجرا میکرد. فکر کنم استفان بونار خدا بیامرز، اونم بیچاره چند وقت پیش مرد، فکر کنم اونو اگر درست یادم باشه با یه آرنج چرخشی اینجوری محکم بوم اینجوری زد ناکوتش کرد. یا حتی مثلا تو فایتش مقابل گوستافسون هم یه جوی اینجوری برگشت لامصب، آرنجای چرخشی که میزنه استادشه واقعا جان جونز، یه جا زد قشنگ تموم سر گوستافسون رو کاملا پاره که اون، یا مثلا اصلا خودش یه مش تکنیک آورده، یا اون اوبلیکیک اون لگد کجی که میزنه دیدی مثلا میزنه تو زانوهای حریفاشون، اونم مثلا یه چیزیه که جون جونز همیشه استفاده کرده و اینا. حالا بعضی هم بعد از اون شروع کردن اونو استفاده کنن، ولی خب مثلا جون جونز اون لگدای اوریبی که میزنه، اون اوبلیکیکایی که میزنه واقعا خیلی خطرین. و آره میشه گفت نفسش بهتره از سیریلگان، به نظر من نفسش از سیریلگان بهتره، نفسش بیشتره، حالا لگدای بدی میزنه، همونجوری که گفتم لگدای محکم میزنه. خود دانیل کورمیر گفته تا به حال من اینقدر محکم لگد نخورده بودم، لگدای محکمی میزنه، ولی خودش هم مشتاش خیلی چیز نباشه، ولی خب بلده چیکار کنه که بیاد فایتر رو ببره دیگه. حالا اما خب جان جونز دیگه مثل اون سابق نیست که با لیاتو ماشیدا و ویتو بلفورد و اینا مبارزه کرد میکرد اون زمانا، الان 35 6 سالشه. الان بعضیا به قول حبیب نورماگومدوف میگه آقا آدم ده دفعه به اوجش نمیرسه، شما یه دفعه به اوجتون میرسین بعد دیگه از اون اوج یواش یواش چند فاصله بگیرین. حالا جان جونز نمیدونم بگیم الان تو اوجشه یا نه، اگه به عمل کرده قبلیش دقت کنیم که میبینیم با توجه به عمل کرده که داشته مثلا مقابل دامینیک ریس و قبل از اون مقابل تییاگو سانتوس که فایت های خیلی نزدیکی بودن، حتی قبل از اون
مقابل انتونی اسمیت، همچنین آش دهنسوزی نبود اون بردش. قبل از اون هم مقابل الکساندر گوستافسون اومد، گوستافسون رو تموم کرد دومین فایتش. ولی بعد از اون چی؟ گوستافسون رفت مقابل فابریسیو وردون تو راند یک باخت، بعد از اون هم همین چند وقت پیش اومد دوباره. میشه گفت گوستافسون همچنین اون انگیزه سابقه اصلا نداشت. یعنی این بردای آخر جون جونز، من فکر نمی‌کنم جون جونز الان تو اوجش باشه. جون جونز آخرین باری که دیدم تو اوجش بود مقابل دنیل کورمیر بود، دومین فایتش مقابل دنیل کورمیر. اونجا واقعا جون جونز خیلی فایت خوبی بود، یعنی کورمیر هم اون موقع تو تقریبا میشه گفت تو اوجش بود. کورمیر اونجا اومده بود فایتو ببره، یعنی راند یک گذشت من با خودم گفتم الان کورمیر میاد میتونه ببره. خیلی کورمیر رو فرم خوب بود اونجا، ولی خب اونجا جون جونز هم واقعا عالی بود. ولی دیگه بعد از اون، خب بعد از اون حالا گرفتنش سر دوپینگ و اینا، ولی خب الان اون موقع مثلا گفتن نزدیک 100 پیکوگرم، 100 پیکوگرم حالا اون سر دوپینگ گرفته بودنش. اون یه ماده بود که میشه گفت غیر مجاز بود، اونو پیدا کردن تو آزمایش دوپینگش. الان هم مثلا الان همین چند وقت پیش، جالبیش اینه که قشنگ قبل از فایت جون جونز، یوسادا اون آژانس ضد دوپینگ آمریکا یا سازمان ضد دوپینگ آمریکا، الان قشنگ دو سه هفته قبل از فایت جون جونز میان قانونشون رو عوض میکنن، یعنی مثلا این لکه بدو از کارنامه جون جونز پاک کنن. خیلی خنده داره ها. الان اومدن گفتن آقا اگر مثلا تا 100 پیکوگرم یه چیزی مثلا آزمایشی که مثبت بشه اشکالی نداره، تا 100 پیکوگرم اوکیه، بالاتر از 100 پیکوگرم دیگه دوپینگ محسوب میشه. حالا چیزی که میخوام بگم، حالا میگم 5 سال پیش یا 5 سال پیش اینا 100 پیکوگرم ممنوع بود، اون آزمایشش مثبت در اومد. الان میگن نه، الان دوباره جان جونز برگشت و اینا میگن نه آقا دیگه 100 پیکوگرم اوکیه، مسئله این حساب در حساب نظر من خنده داره. ولی خب در صورت الان جون جونز قراره با سیریلگان مبارزه کنه و ولی خب یه بکاپ فایتر براشون در نظر گرفتن که میخواستم اینجا بهتون نشون بدم و اونم سرژی پاولویچ. این پسر روسیه، وحشتناکه پسر این. این الان اومده توی چند تا فایت آخرش نزدن زده همه رو لتو پار کرده. این واقعا حقشه مثلا بیا سر کمربند مبارزه کنه. ولی خب میشه گفت این الان در حال حاضر میشه گفت فدای این بازی های یو اف سی شدن دیگه. این مثلا یکی از اونایی که الان حقشه. اتفاقا یه ماه دیگه هم با کورتیس بلیدز مبارزه داره، یه ماه دیگه است. ولی خب الان فکر کنم چون که اونجا تو آمریکاست، این الان اونجا آماده میشه گفت فایتر ذخیره است دیگه. اگر یه اتفاقی بیفته تو فایت جونز و سیریلگان، این میپره داخل و این اصلا شاید در آینده بیاد قهرمان بشه. این خیلی خیلی واقعا میدونید چند تا فایت آخرش که هم دریک لوئیز رو ناکوت کرد، هم تایتویواسا که به نظر من اصلا اون موقع نباید میمد با این مبارزه میکرد. یعنی یه ماه از اون ناکوت شدنش مقابل سیریلگان نمیگذشت، بعد یوهی بعد از اون همه ضربه‌ای که خورده بود تو فایتش مقابل گان تو فرانسه، یوهی اومد این فایت رو قبول کرد مقابل یه ناکوت آرتیست دیگه. مرد حسابی بذاره که مغزت برگرده سر جاش، چرا با این سرعت میخوای برگردی؟ ولی خب برگشت دوباره ناکوت شد تایتویواسا. ولی خب در اصل این خیلی بردای خوبی داشته. قبل از اون هم که شمیل عبدالرحیموف تو لندن زد، این واقعا خیلی خوبه. این با بچه های ایرانی هم زیاد تمرین کرده تو روسیه، آره تو باشگاه استرلا تیما. اینا بچه ایرانی همه میدونن این کیه، با یوسفی و علی اکبری و اینا همه باش تمرین کردن. به هر حال این الان اونجا آماده باشه. خب حالا برگردیم دوباره سر فایت. کلن کارت خیلی وحشتناکی ها، یعنی الان تمام کارت رو یکی یکی میریم با هم نگاه میکنیم. ولی همین الان یه چیزی یادم اومد. ببین بچه ها، الان جون جونز، راستی اینم بگیم، اینم اضافه کنیم به این فایت، اینم بگیم که
جون جونز الان این اولین فایتشه تو هیوی ویت. خیلی میشه گفت وقتی یه وزن میرن بالاتر میرن همیشه برامون شاید مثلا دیدین خودتو همین الان اسرائیل آدسانیا وقتی یه وزن رفت بالا حریف چیز نشد دیگه، حریف یان بلوویش نشد. البته خب الان مثلا این بولکانوفسکی میشه گفت فایت خوبی به نمایش گذاشت مقابل مخاچه، ولی خب اونم حالا باخت. یعنی بعضی وقتا وقتی که اینا میرن بالا شاید از لحاظ جسه یکم آدم اونجا میفهمه که چرا اینا مثلا توی وزن پایین تر دارن مبارزه میکنن. ولی خب جون جونز میشه گفت گنده است، ولی خب این اولین فایتشه تو هیوی ویت و خودش هم حالا قبل از این میگفت که آقا من دیگه تو لایت هیوی ویت از هیچکی نمیترسیدم، دوباره میخوام اون ترس یا اون دوباره میخوام بترسم. یه حالت این نه که حالا از سریلگان بترسم، ولی منظورش این بود که میخوام مثلا یکی باشه که خودم گنده تر باشه، یکم اینجوری به من هیجان بده. منظور جان جونز این بود که قبلا هم قرار بود با انگانو مبارزه کنه، ولی خب دیگه اون فایتش با انگانو نشد و در نهایتش شد سریلگان. همین الان گفتم انگانو بذارین در مورد انگانو هم بگم، چون یکی از بچه‌ها در مورد انگانو پرسیده بود، چند نفر از من در مورد انگانو پرسیده بودن، بذارین در مورد انگانو خیلی سریع صحبت کنیم. در اصل UFC و همه تماشاگرا UFC و خود جون جونز و انگانو همشون می‌خواستن که جونز و انگانو با هم بیان و مبارزه کنن. این داستان کلا از 2-3 سال پیش شروع شد، 2 سال پیش میشه گفت. ولی اون موقع جان جونز میگفت که آقا من نمیدونم اینو گفتم یا نه، ولی خب الان اگر گفتم که ببخشید، ولی خب الان بگم، الان مغزم درست کار نمیکنه. آقا این جان جونز نزدیک 2 سال پیش آقا اومد گفت که به UFC گفت آقا من میخوام برم بالا. قشنگ وقتی که اومد دومینیک ریس رو شکست داد، دومینیک ریس دوباره ریمچ میخواست با جان جونز، ولی جان جونز اونجا گفت من دیگه نمیخوام، من میخوام برم بالا. یوی کمربندش رو ول کرد، گفت آخو من کمربندمو ول میکنم، میخوام برم بالا، میخوام برم دسته هیوی ویت با فرانسیس انگانو مبارزه کنم. بعد همه وقتی که همه گفتن ای دمت گرم و اینا، وقتی که همه دیگه داشتن در مورد اون فایت صحبت میکردن، یوی جان جونز گفت آخو نه، من یا پول زیاد میخوام یا مبارزه نمیکنم. بعد میگم من پول دیانتی وایلری میخوام. دیانتی وایلر که دیگه میدونین دیگه، قهرمان سابق هیوی ویت بوکس دنیا، قهرمان کمربند WBC رو داشت و اومد به UFC گفت آقا یا پول دیانتی وایلدری به من بدین یا پول هنگوفتی به من بدین یا مثلا مبارزه نمی کنم. بعد یه پولی میگفت که اصلا UFC بهش میگفت آقا نه ما نمیدیم. یعنی کاملا یه جای تابلو بود که اصلا UFC همچین چیزی رو قبول نمی کنه. و در هر صورت بعد یوهی دیگه تو همون هیری بیری یوهی اومد گفت که آقا من باید عضله بسازم، چون که میخوام برم هیوی ویت نمیخوام، باید یکم میخوام درست و حسابی این تصمیم رو گرفتم، ولی میخوام یه جایی با برنامه برم یه وزن بالاتر مبارزه کنم، نمیخوام اینجوری الکی برم بالا، امکان داره یوی ببازم، یکم بزنین عضله بسازم، از یه هیوی ویت واقعی بشم بعدم برم. که دیگه تو این 2 سال اخیر دیگه داشتم اینجوری تمرین میکردم و اینو. حالا از طرفی دیگه اون موقعی که انگانو این فایتو واقعا میخواست، ولی خب بعدم انگانو میدونین دیگه اومد سریلگان رو شکست داد و بعد از سریلگان هم دیگه میدونید دیگه قراردادش تموم شد و همینجوری بیرون نشسته بود. انگانو هم خب رفت زانوش رو عمل کرد، یه مدت زیادی اصلا سر اون داستان نبودش. بعدش هم UFC همینجوری میخواست این رو نگه داره، قرارداد رو باهاش تمدید کنه، ولی در نهایت جدا شد دیگه. من حالا در مورد اونم ویدیو ساختم و اینا. من خوشحال بودم که انگانو فایده آخرش رو برد، حالا دمش گرم، ولی خب الان یعنی اگر مثلا بره با تایسون فیوریو اینو مبارزه کنه پول خیلی توپی به دست میاره، ولی اگر مبارزه نکنه چی؟ هیچی گیرش نمیاد. متوجه اونم میشه گفت یه میشه گفت اونجا یکم ریسک کرد انگانو. الان باید صبر کنه ببینه قرار با کی مبارزه کنه، چون که توی دنیای بوکس اگر خیلی ها فکر میکنن UFC و دانا وایت خیلی بلدن سر مردم و شیره بمالن، سر فایترها رو شیره بمالن و نمیدونن تا اون پولا رو خودشون بکشن بالا، شما بوکس رو ندیدین. بوکس اصلا وحشتناکه و البته خب پول بیشتری میتونه به دست بیاره، ولی خب کنار اومدن با
پروموترهای بوکس و بوکسورها اون خودش هفخان رستمه، متوجه این سخته. ولی خب اگر مثلا موفق بشه بیاد با تایسون فیوری مبارزه کنه یا با دیانتی وایلدر مبارزه کنه، پول خیلی توپی به دست میاره. حالا ببینید چی میشه داستان انگانو. انگانو حالا در نهایت تصمیم گرفت که از UFC جدا بشه و دیگه متاسفانه این فایتو ما هرگز دیگه ندیدیم. حالا در آینده هم بیشتر در مورد انگانو صحبت میکنه، ولی خب انگانو در حال حاضر از UFC جدا شده، امکان داره مثلا بره یه مسابقه بوکسی انجام بده بعد دوباره در نهایت برگرده دوباره UFC، ولی خب در حال حاضر دیگه توی UFC نیستش و الان دیگه به خاطر همون ببینین UFC هم میشه گفت یه ماشینیه که همینجوری یه غلطکیه که همینجوری داره غلط میخوره، منتظر هیچکی نمیمونه، یا بگه منتظر مثل یه قطاری میمونه، منتظر هیچکی نمیمونه. اگر انگانو نخواد مبارزه کنه، آقا نمیخوای بفهمو برو، اشکال نداره برو. نفر بعدی کیه؟ سیریل گونه جان جونز بیان سر کمربند مبارزه کنن. دیگه میشه گفت بیشتر از یه سال مردم علاف نمیکنه دیگه، همون یه سال هول و هوش یه سال دیگه، یه سال و نیم اینا دیگه میشه گفت مکس دیگه، بعد از اون میرن سراغ نفر بعدی، منتظر هیچ کی نمیمونه. کانر مگرگور نمیخواد بیاد، اشکال نداره کانر مگرگور بره کنار، نفر بعدی بیاد، یه ستاره جدیدی پیدا میشه، حمزت مثلا پیدا میشه، متوجه این؟ اون نمیخواد بیاد، یکی دیگه میاد، متوجه؟ همیشه همینجوری ادامه داره. در نهایت چیزی که میخواستم اینجا بگم، بابا الان انگانو دیگه رفت، الان صحبتش با بوکسورای مثل انتونی جاشوا و دیانتی وایلر و تایسون فیوری الان هم دیگه کمربند قهرمانی الان دیگه افتاده بین جون جونز و سیریل گان. سیریل گان هم که واقعا خیلی خوبه، سر و پا که حرف نداره، ولی خب مثلا تو فایت قبلیش مقابل انگانو یه چیزی نشون داد که الان همه مثلا میگن اوه الان جون جونز خیلی راحت میبرش پایین و اینا. و اونجا هم جون جونز از اینو بگیم که جون جونز رو زمین خیلی خطرناک‌تره انگانو. انگانو هیچ کاری نکرد با گان، فقط رو گان خوابیده بود. یعنی اگه مثلا بعضیا میگن داغستانی‌ها رو حریفشون می‌خوابن، نه اونا نمی‌خوابن، انگانو رو گان خوابیده بود. انگانو خوابیده بود قشنگ، یه رو همجوری فقط همین خوابیده بود. اصلا سیریل گان واقعا نفسش بریده بود، نمیتونست بلند شه. این چیزی بود که جان جونز گفت اگر این سیریل گان تو راند 4 و 5 خسته شده بود جلوی انگانو، میگفت این حرف جان جونز رو میگفت، سیریل گان تو راند 4 انگانو تو راند 4 نمیتونست راه بره، اینقدر خسته بود. بعد سیریل گان سرپا حریفش نمیشد، یعنی میگم فوت ورک رقص پای سیریل گان اینقدر خوبه، اینقدر حرکتش خوبه، مثل ولتر ویتا حرکت میکنه اینا، تو راند 4 و 5 چی شد؟ اینو میگفت جان جونز و میگفت آقا من نفسم از اینا بهتر. اینو که راست میگه، نفسش که از اینا بهتره، ولی خب با تمام این حرفا سیریل گان واقعا خطریه، اتفاقا چیزه، فکر میکنم فیوریت هم حتی باشه. یعنی بقیه میگن وای چقدر سری برگشت، جون جونز یهو شد فیوریت. من فکر میکردم این قبلا میگفتن که این فیوریته، ولی الان اینجا میبینم که این شد منفی 165، این شد مثبت 140، یعنی الان جون جونز شده فیوریت. الان بقیه میگن جون جونز مثلا یه جورایی میبره، تقریبا مثلا میگن، حالا نمیخوام وارد چیزای شرط بندی لاس وگاس و اینا بشم دیگه، منفی 165 دیگه، یعنی اگر 165 دلار بذاری 100 دلار میبری، یه حالت اینجوری. و آره این چیزم سیریل گان تو یکی از این مصاحبه‌های اخیرش اینجوری اومده بود، گفته بود که آقا من بین فایتا اصلا تمرین نمی کنم. این حرفو که زد الان خیلی ها مثلا میگن، یعنی میگه فقط وقتی که یه فایتی بمیدن، اون موقع وقتی که کمپ اون فایت شروع میشه تازه اون موقع شروع کنم مبارزه کردن، که این باعث شده خیلی ها بگن آقا اصلا این باید بیشتر تمرین کنه و اینو. یعنی که مثل جان جونز، جان جونز الان همینجوری داره تمرین میکنه، تو این دو سه سال اخیر همینجوری داره تمرین میکرده. سیرگان الان از وقتی که با مثلا انگانو بعد از فایتش با انگانو، یعنی تا حالا هیچ تمرینی نکرد، اگر اونجوری باشه که واقعا به ذرهش تموم میشه. یعنی طرفدارای سیرگان امیدوار باشن که
حداقل یکم تمرین کرده باشه، نه فقط تو این دو ماه اخیر. در صورت یه چیز دیگه ای که من احساس میکنم شاید به نفع جونز باشه، خیلی بد جنسه. آها، این دنبال این کلمه بودم. جون جونز خیلی بد جنس لامصب، یعنی همون بد جنسی شاید یه کاری کنه که از این آدمایی که یعنی هر کاری شاید بکنه که بیاد و ببره، متوجه این یه حالت اونجوری داره. ولی سرگان خیلی بچه مهربون بهش بخوره، خیلی بچه والی باشه، هر نشسته داره فیفا بازی میکنه با رفیقاشو، در اصل بهش بخوره خیلی بچه والی باشه. ولی خب واقعا اگر تو اون دو راند اول به نظر من گان نتونه جونز رو بزنه، به نظر من جونز میبره. تو دو راند به نظر من مهلت داره، دو سه راند البته آدم نمیدونه، میدونی تو فایت هر اتفاقی امکان داره بیفته، ولی من اینجوری با خودم اینجوری حساب میکنم. تموم ضربه های میدونی الان اینجا تو هیوی ویت گانم واقعا نشون دادی که مثلا قدرت نوکوت و اینا داره. فایت قبلیش دیدین چه بلایی سره فایت توی واسا بابا، چون که قبل از اون گفتن جام نه این آقا کسی رو نوکوت نکرد و اینا، ولی قبلا الان بریم نگاه کنین ببینین فایت توی واسا چجوری نوکوت کرد. یعنی قدرت نوکوت داره، ولی امکان داره مثلا فایت قبلیش مقابله انگانو تو راند 4 و 5 یکم خسته تر شده باشه. جان جونز تو راند 4 و 5 به راحتی خسته نمیشه، متوجه این؟ بخاطر همین میگم، یعنی جان جونز هم معمولا خیلی وقتا ضربه میخوره، اگر مثلا از یه هیوی ویت ضربه بخوره امکانش هست مثلا تیکی و اینا بازه، ولی خب من شانس بیشتر رو میدم به جان جونز خودش. تا زمانی که جان جونز رو من ندیدم به بازه نمیتونم ضدش یه جوری حرف بزنم، یعنی باید ببینم به بازه. حالا دیسیژن و اینا نه، منظورم اینه که باید ببینم واقعا یکی بیاد نوکوتش کنه. مثلا انگانو همچین چیزی رو میتونستم ببینم تو راند یک، مثلا انگانو یه قاطی کنه، حمله کنه، یه مشتش بگیره به جان جونز. ولی منظور اینه که تا زمانی که آقا نمیدونم، سخته برام ببینم، ولی خب هر چیزی امکان داره. آدم تالا نهیدم مثلا جان جونز خیلی راحت ببازه، میدونی همیشه خیلی روحیه جنگندگیه، یه حالتی داره که هیچ وقت تسلیم نمیشه. من تالا نهیدم. حتی مثلا یه مثال بزنم، تو فایدش با ویتور بلفورد توی آرمبار خیلی بدی گرفته بودش، همه گفتم وای الان تموم، اصلا تپ نگرد، آخر سر اومد فایدو برد. ببینیم چه جوری میشه دیگه. من شانس بیشتر یکم میدم به جان جونز، ولی همونجوری که گفتم همه چیز امکان داره اتفاق بیفته. خب بریم بچه، حالا که در مورد همه اینا صحبت کردم، بریم در مورد چیزهای دیگه هم صحبت کنیم. فایت های دیگه، والنتینا شفچنکو هم میاد از کمربند قهرمانی فلای ویت زنا دفاع میکنه مقابل الکسا گراسو، دختر مکزیکیه. باید شفچنکو بیاد ببره دیگه. این من الکسا گراسو نمیتونم خیلی در موردش بهتون اطلاعات بدم، چون من خیلی زیاد فایتاشو ندیدم، خیلی مثلا دورا دور خودش اینو دنبال کردم. و این الکسا گراسو یه حالت چجوری بگم، مثل براندون مورنوی پسرا هست. براندون مورنو هم مکزیکیه، قهرمان فلای ویت یو اف سی رو میگم. و مثلا میشه گفت وقتی اومد تو یو اف سی مثلا به عنوان یه استعداد از این دختر صحبت میکردن، از الکسا گراسو، همونجوری که در مورد براندون مورینو صحبت میکردن وقتی که اومده بود، اوه این استعداد خوبیه اینا. بعد از چند فایت انداختنش از یو اف سی بیرون، البته بعدا دوباره برگشت که دیگه حالا میبینیم دیگه اومده قهرمان شده. ولی این یکم منو یادمون میندازه، حالا چون مکزیکیه شاید، ولی خب به خوبی براندون مورینو اینا نیست. ببینیم و تعریف کنیم، همونجوری که میگم تو فایت هر چیزی امکان داره اتفاق بیفته، ولی خب والنتینا شفچنکو باید بیاد این فایت رو ببره. الان یواش یواش تو این دسته فلای ویت دخترها میشه گفت فایترهای جدیدی دارن شاید میان بالا، ولی خب تو تموم اینا فقط تالیا سانتوس خیلی نزدیک بود شفچنکو رو بزنه. ببینیم، ولی خب شفچنکو هم یواش یواش سنش داره میره بالا، یعنی خیلی وقتا داره میبینیم دارن بهش میرسن، اینجوری دیگه اون حالت یه سر و گردن بالاتر از همه دیگه نیست یه جورایی.
ولی خب فکر میکنم این فایتو بیاد ببره. باید یه جایی بیاد این فایتو ببره. وای شفکت رحمانوف مبارزه داره با جف نیل. این میشه گفت سخت‌ترین حریفیه که تا حالا با این شفکت مبارزه کرده. شفکت رحمانوف رکورد 16-0 16 تا فینیش. همه فایتاشو تموم کرده. 4 تا فایت کرده توی UFC. ولی خب الان مقابل جف نیل قرار مبارزه کنه. جف نیل هم که این دستاش خیلی سنگینه. فایت قبلیش هم که دیدین ویسنت لوکه رو اومد ناکوت کرد. ویسنت لوکه اصلا فک آهنی داره. این اومد اون فک آهنی رو شکست و ویسنت لوکه رو ناکوت کرد و الان با شفکت رحمانوف این فایتشون هم قبلا میشه گفت قرار بود برگزار بشه ولی این جف نیل مصدوم شد و این شفکت یه جایی بهش میگه چرا میترسید ترسیدی در رفتی اینا. بعد یه جوری شد که این گفت چی میگی ترسیدی و اینا، دوباره بیایم فایتو ست کنیم و میایم انجامش میدیم. آره این میبینیم بعد جوری فیوریت شفکت منفی 490، یعنی همه یه جوری تو لاس وگاس میگن این میاد یه جوری میبره نسبتا راحت. یکم من از من بی احترامیه به این جف نیل. جف نیل شانس بیشتر خب بدون شک با شفکیته، ولی خب جف نیل هم همیشه الکی نیست. میدونید یه جوری دارم با جف نیل برخورد میکنم که انگار خیلی الکیه. ولی خب مثلا نگاه کنید این جالبیش اینه، این خیلی ها رو زده ولی به نیل مگنی باخته. ولی این یکی مثلا خیلی نیل مگنی خیلی راحت زد. من هنوز باورم نمیشه این به نیل مگنی باخت. واقعا مغزم اونو نمیتونه قبول کنه. ولی خب در صورت شاید اون شب حالش خوب نبود. خدا میده. حالا ببینیم این فایت چی میشه. این هم فایت خیلی خوبیه بدون شک. ماتاوش گمرود بعد از بنیل داریوش الان میخواد برگرده سریع یه برد توپی به دست بیاره. مقابل جلین ترنر. این هم میشه گفت یه استعداد خوبیه جلین ترنر. ولی اصلا نمیتونم فکرشو کنم که گمرود اگر گمرود رو بزنه خیلی تعجب میکنم. خیلی فیوریت سنگینی نیست. در نظر من بیشتر از این فیوریته، نمیدونم چرا اینقدر اوتسش چیزه. ولی در نهایت به هر حال این ماتوش گمرود به نظر من میاد جلین تورنر رو میزنه. ولی اگر جلین تورنر بیاد این فایت رو بره من واقعا تعجب میکنم. ولی فکر میکنم این فایت هاست که این روش غلط بخوره، هی ببرش پایین، اصلا از رو بلند شه رو زمین، هی سعی کنه از طریق گراوند اند پاوند یا سابمیشن حمله کنه بهش. این ایناست که خیلی دوست داره کشتی بگیره و اینا. البته ببینیم، البته گفته که بعد از فایتم مقابل داریوش، تو فایتم مقابل داریوش خیلی سعی میکردم کشتی بگیرم. الان هر اتفاقی افتاد همه جا آمادن. کارش هم درسته این گمرود، واقعا الان داره تو با فایترهای خیلی خوبی تمرین میکنه، با داستین پوریه رو همه اینا تو امریکان تاپ تیم. فایت خوبیه به نظر من، گمرود شانس بردش خیلی بیشتره. بونیکا خیلی هایپش بالاست. حمزت چیمایو آمریکایی است. کشتیگیر میشه گفت کشتیگیر خیلی قهاریه تو آمریکا. ولی خب تازه اومده UFC و میشه گفت آمریکایی‌ها خیلی از این انتظار دارن که مثلا در آینده بیاد قهرمان بشه و این حرفا. این هم خیلی کارش داره. این هم تو آمریکان تاپ تیم داره تمرین میکنه. باید بیاد این فایتو ببره. اینجا ننوشتن کی فیوریته کی فیوریت نیست، ولی به نظر من این باید فیوریت باشه. من میگم این هم فایت خوبی میتونه باشه. این همه فایتاش رو سریع تموم کرده. 3 تا فایت هم بیشتر نداشته تو MMA. 3 تا یا 4 تا. 2 تا تو کانتندر سیریز، یکی تو UFC. خدا الان یادم نیست اولین فایتش یا دومین فایتش تو UFC. هرچیه آقا من هم فایتاش رو تو کانتندر سیریز همش رو دیدم. واقعا تا همون راند یک همه رو تموم میکنه. حالا ببینیم این جیمی پیکت رو چیکار میکنه. ببینیم چی میشه اگر جیمی پیکت بیاد بزنه که اصلا یه زده حال سنگینی زده به تمام UFC همه جا. کودی گاربرند قهرمان سابق مقابل تروین جونز. نمیدونم بچه ها کودی گاربرند الان اینجا میبینم فیوریته، یعنی مثلا بیشتری ها میگن میاد میبره. ولی کودی گاربرند نمیدونم، کودی گاربرند هر موقع من این جیدن رو بدن گفتم میاد میبره باخته. اصلا دیگه نمیتونم بهش اعتماد کنم. نمیدونم خیلی
یه زمانی یکی از بهترین وحشی ترین بنتم ویت های یو اس سی بود، الان واقعا میدونین بعد از اون فایتاش با تی جی دیلاشا و اینا دیگه واقعا مغزش سر جاش نبوده، هر موقع یه ضربه یه چیزی میخوره بهش میخوره چیز بشه، گیج بشه و مثلا یواش یواش میبازه. نمیدونم این تروین جونز هم همچین خیلی خطری نیست، ولی خب من فکر کنم مغزش یکم سالمتر از کودی گاربرند باشه، ولی خب کودی گاربرند یعنی اگر واقعا اعتماد به نفس داشته باشه و مثل سابق باشه که بدون شک میگیم کودی گاربرند، ولی خب خدا میدونه دیگه. نمیدونم این فایتر بگم که خوده، فقط من میسم نگاهش میکنم بگم چی میشه. دریکس دوپلسی مقابل دریک برانسون، این فایت خوبیه، این به نظر من باید تو مین کارد بود، نمیدونم چرا گذاشتن تو پرلیمز. به نظر من این فایت در حد اون بالایی ها هست. دریکس دوپلسی مال آفریقای جنوبیه، کارش خیلی خوبه، استایلش عجیبه، ولی همیشه یه جوری میاد میبره. فایت قبلیش هم مقابل درنتیل اصلا راند یک اصلا داشت بریده بود، اصلا یه حالتی داره که آدم فکر میکنه مثلا راند یک تموم شده، راند دو آدم فکر میکرد دیگه تمومه، ولی واقعا تموم نشده بود. البته خب درنتیل هم که همین امروز صبح بود این خبر رو مطرح کنم که از یو اف سی جدا شده. درنتیل دیگه درنتیل سابق نیست دیگه، ولی خب این تست بزرگیه واسه دریکس دوپلسی، آزمایش خیلی بزرگیه واسه دوپلسی. دریک برانسون با تجربه است، حالا همه مثلا یه جوری فکر میکنن دریکس میاد میبره، به نظر من همینطور، ولی دریک برانسون شده که منو بیاد سورپرایز کنه، واقعا آدم نمیدونه. این دریک برانسون خیلی، یعنی اگر این بخواد همینجوری یه چی میگم پاشو بذاره رو گاز، همینجوری گاز بده با قدرت، همینجوری بیاد رانده یک و تموم انرژیشو تو رانده یک مصرف کنه، تو رانده دو خسته بشه، اون موقع است که یوی امکان داره دریک برانسون بیاد و فایتو ببره. متوجه این؟ با تجربه است از اون لحاظ میگم، ولی خب باید مثلا دریک دوپلسی بیاد، ولی دریک برانسون با تجربه است. ویویانا آراوخو با آماندا ریباس، این تو دخترها فایت خوبیه، من دوست دارم این فایت رو ببینم خودش. این آماندا ریباس هم باحاله، میدونید بهش میخوره شخصیت خیلی بایدش، خیلی جوری شیطون مانند، فقط خیلی یکم تابلو میخنده، یکی خیلی خنده هاشو فقط یکم عوض کنه خیلی میتونه روش این پروموتش کنن. فایت رو خوبی هم هست، یعنی تو دخترها حالا فایت بهش میخوره بال باشه، میشه که خیلی شوخه، همیشه میگه میخنده، فایتر خوبی هم هست. ببینیم چه جوری میشه. حالا تو رنکینگ هم که میبینی نهمه، اینم هشتمه. حالا این شاید در آینده یواش یواش بیان یکی از حریفای آینده والنتینا شفچنکو باشن، آدم نمیدونه. این یکی فایت چی بگم، این جولیان مارکز، من همیشه فکر میکردم این میبازه، همیشه اومده برده، یعنی هر موقع من فکر میکردم میاد ببره، میاد میبره، باخته. ولی خب حالا این فایت خودش خیلی زیاد در موردش اطلاعات نمیتونم بدم، من اینا رو خیلی زیاد با دقت نگاه نکردم که بیام اینجا. دیدم فایتاشونو، ولی حالا این که فیوریت بهش این میتونه فایت خوبی بشه، فقط باید وایسیمو ببینیم. فایت میدل ویت، امکان داره توش یه فینیش ببینیم، امیدوارم. ایان ماشادو گری، اینم یه استعداد ایرلندیه دیگه، این یواش یواش، این یه شخصیت عجیبی داره، ولی الان احساس میکنم یواش یواش مردم دارن میان سمتش، متوجه این؟ چون یه جورایی میخواستن اینو به عنوان کانر مگرگور دوم غالب کنن، وقتی که میخوان یه جوری غالب کنن یکی و یا یه ستاره جدیدی میان میخوام به زور غالبش کنن، من یه حس بدی دارم نسبت بهش، فکر میکنم مردم هم اینجوری باشن، بزن خود مردم تصمیم بگیرن دیگه، متوجه این؟ وقتی که به زور یه چیزی رو میخوام بکنن تو مغز یه نفر، آدم شک میکنه دیگه. الان این میتونه فایت خوبی بشه، ولی خب این خیلی یه حریفی رو بهش دادن که مثلا بیاد بزنه، میدونین ایرلندی بدون شکست ولتر ویت، اینم یواش یواش دارن اینو میسازن، اینم یه ستاره یه که حالا امکان داره در آینده
بیاد و معروف بشه، در هر صورت این میتونه حالا فایت خوبی بشه. این ببینیم میتونه تمومش کنه یا نه، ببینیم چی میشه. مانا مارتینز با کامرون سایمان، این دوتاییشون هم جدیدن. این همین رفیق دریکس دوپلسیه، این هم آفریقای جنوبیه. فایت قبلیش فکر کنم اولین فایتش بود تو یو اف سی بعد از کانتندر سیریز، فایت خوبی بود. یعنی اگر درست یادم باشه یه ضربه زد تو بیز بند حریفش یا انگشتش رفت تو چشم حریفش، داور یه نمره ازش کم کرد، ولی خب در نهایت اومد فایتو برد. یعنی داور یه نمره ازش کم کرده بود، فکر کنم تو راند 3 بود اگر درست یادم باشه، فایتو تموم کرد، اصلا دیگه نذاش فایت به هیچی برسه. راستی فرید بشارت بازی داره برای بچهای افغان. یکی از بچه‌ها اتفاقا اومد گفت از بشارت بگو، من اصلا حواسم پرت شده بود. این یکی هم خودش نمیتونم بهتون اطلاعات زیادی بدم، همچنین نمیدونم فایتشو نگاه کنید. من اینا رو خیلی زیاد فایتاشو ندیدم، شاید دیدم ولی خب میشه گفت خیلی با دقت نگاه نکردم که حالا بیام بگم. باشم حالا تو اینا تو دختران واقعا بعضی وقتا خیلی فایتاشون نزدیکه، یعنی آدم نمیتونه بیاد با قاطعیت بگه آقا این حتما میاد میبره، متوجه این؟ خیلی وقتا آدم سورپرایز میشه واقعا. ولی خب این حریف بشارت و خدایی درست حسابی نمیشناسم، میتونم الان با هم نگاه کنیم. ولی خب فرید بشارت برادر جاوید بشارت، این دوتا داعشا الان تو لاس وگاس دارن تمرین میکنن، تو انگلیس بزرگ شدن فکر کنم. خب تو مال انگلیس هم دیگه، تو انگلیس بزرگ شدن، اونجا میشه گفت دوران حرفه‌ای MMA رو شروع کردن، اونجا دوتاییشون بدون شکستن، الان هم با هم دیگه یه چند سالیه اینجوری که میبینم و اینا تو آمریکا تمرین میکنن و با مربیای خوبی تمرین میکنن، با فایترهای خوبی دارن تمرین میکنن، جدیه جدیه هن، متوجه؟ یعنی یکی از مربیاشون که جک شیلدزه، یکی از بهترین گرپلرها، با اون پسر سیاه، اون مربی سابق انگانو چی دوی کوپر بکنم، اینا تو همهشون تو اکستریم کوتور شاید تمرین کنه اگر اشتباه نکنم، و الجمین استرلینگ مثلا باشون تمرین کرده، باشون ازشون تعریف میکنه و اینا، کارشون درسته. میدونین از این فایترهایی هم که میشه گفت هم سر و پا خوب مبارزه میکنن، هم رو زمین خیلی خوبن، بعد به راحتی هم نمیبازن. الان مثلا اون جاوید بشارت هم همین چند وقت پیش یه مبارزه داشت با یه پسر برزیلیه که همتیمی چارلز اولیویرا اینا بود، اونو خیلی خوب اومد برد. اون پسر برزیلیه بهش میخورد خیلی خطری باشه، ولی خب تو راند دو یه جورایی نفسش تموم شد. ولی خب اونجا واقعا جاوید بشارت اونجا نشون داد که با تجربه است، خیلی خونسرد اومد فایتو برد. اینا علیکی شکست نمیخورن. البته خب من این حریفش رو درست حسابی خودش نمیشستم، بریم با هم نگاه کنیم. فرید بشارت، دیمون بلکشیر. خب فرید بشارت، یوسف زلال، آره این با یوسف زلال مبارزه کرده، مساوی شد، حریف خوبیه. حالا قبل از اونم که جای دیگه ای بوده، ولی خب فریدم میشه گفت فایت دومشه فکر کنم تو UFC، نه فایت اولشه، اولین فایتشه تو UFC. فایت قبلی که ازش دیدم تو کانتندر سیریز بود، این اولین فایتشه تو UFC. همونجان که این رکوردش 9-0 باید بیاد ببره، حالا امیدواریم که بیاد ببره واسه بچه های افغان هم که شده. در نظر من اینو میشه گفت خیلی جدی هن، میدونین اینا خیلی جدی هن، الکی نمیبازن و واقعا دارن الان واقعا دارن چیز میکنن، جدی گرفتن این ورزشو، میخوام بیان قهرمان بشن. وقتی که با این طرز تفکر همه میرن وارد مبارزه هاشون میشن، خب آدم میبینه دیگه. یعنی مثلا اون جاوید بشارت واقعا دنبال اینه که بره قهرمان بشه، اینجوری داره مبارزه میکنه، ببینیم چی میشه. میشه گفت خیلی جدی هم اینشون خوشم میاد.
و این فایت آخر هم که این لویک رجبو تاجیکستانیه، اولی فایتشه توی UFC. این لویک رجبو بچه تاجیکستانه و تو حالا فکرم نزدیک دو مرتبه رفته فینال PFL، اونجا متاسفانه شکست خورد. ولی خب این لویک رجبو هم این میشه گفت یه حریف دیگه ای داشت، این استبان ریبوویچ. بعد یهویی اون یکی زخمی شده، من چی شد این لویک رجبو رو آورده. دمش گرم، امیدوارم که این لویک رجبو ببره. بچه فکر کنم همه چی رو گفتم توی این ویدیو. هفته دیگه هم که یانو دوالیشویلی، بعد از اون هم دیگه به زودی عثمان و ادواردز تو لندن. بچه ها دم همه تون گیر. من فکر میکنم این هر چیزی که میخواستم بگم فکر کنم آمدم گفتم. ولی خب الان میشه گفت پرس کنفرانسشونه به زودی. من فقط میخواستم چون که قول دادم بچه گفتم بیام سریع این ویدیو رو درست کنم، چون که حالا بهتر از هیچیه. میدونی الان همچنین احساس میکنم 100% نبودم، ولی خب اینجوری حداقل بیشتر و بیشتر ویدیو میدم. ببینیم چی میشه، اگر اتفاقای جدیدی بیفته توی تو فایتا شاید یه ویدیو دیگه دادم بیرون، در غیر اون صورت بعد از فایتا دوباره میام. چون که همونجوری که گفتم جون جونز مثلا تا حالا اتفاق افتاده که قبلش مثلا فایتش خراب بشه، متوجه؟ یعنی قبل از دومین فایتش بود با دنیل کورمیر آزمایشش مثبت شد و فایتش رو کنسل کردن. بعد قبل از UFC 200، الان یاد آمد UFC 200 بود، فایتش رو کنسل کردن. بعد یهو زنگ زدن آندرسون سیلوا اومد. بعد از چند سال همون آخرین باری که دومین فایت قبل از دومین فایتش با الکساندر گوستافسون، یهو چند روز قبل از فایت آزمایشش اونجا مثبت شد. بعد کمیسیون ورزشی نوادا گفتن آقا ما اجازه نمیدیم تو لاس وگاس کسی مبارزه کنه. نزدیک 100 پیکوگرم تو ادرارش حالا یه ماده پیدا کردن. بعد اینا هیچی، یوسادام تو همون هین و بین یهو اومد قمراش یکم اینجوری تاب داد و اینا، یهو رفتن کالیفرنیا. آقا تو کالیفرنیا اوکی، یهو رفتن همه ایونت و همه چیزو بار کردن رفتن یه طرف دیگه. حالا شما فکرش بکنید این همه آدم که اونجا بلیت خریده بودن، هتل گرفته بودن، بلیت هواپیما گرفته، همه اینا که برنامه ریزی کرده بودن برن لاس وگاس، چقدر معذرت میخوام چقدر فوش دادن به جان جونز که به خاطر جان جونز همه چی رفت یه طرف دیگه، همه پولای اونا داغون شد دیگه، دوباره همشون قرار رفتن چیز دیگه. منظورم اینه که قبل از فایت های جان جونز امکان داره شاید هم به خاطر همین دوباره قانونش عوض کردن، اون 100 میلی گرمو 100 پیکوگرمو با خودشون گفتن شاید دوباره 100 پیکوگرم دوباره نشون بده، دوباره از اینجا همه چی بار کنیم بریم یه جای دیگه. نه، بزن قانونمون رو عوض کنیم که اگر احیانا خدایی نکرده 100 پیکوگرم دیگه دوباره پیدا کردن، بگیم حالا اوکی قانون عوض شده آقا، این دفعه اشکالی نداره، این دفعه اینجا میمونه. به خاطر همین گفتم بیام سریع ویدیو درست کنم، اگر یه اتفاقی افتاد مهلت داشته باشیم یه ویدیو دیگه هم درست کنیم. بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، دوباره به زودی میبینم و تو مواظب خودتون باشین. سوالی چیزی هم دارین حالا بنویسین زیر، سعی میکنم بعدا یه ویدیو درست کنم در مورد سوالا. ببخشید اگر خسته بودم. بچه ها دم همتون گرم، مواظب خودتون باشین، دم همتون گرم.